وحدت سانه جاله و محمد مختاری در اعتراضات 25 بهمن مادران صلح کردستان بیانیه‌ای صادر کردند در این بیانیه آمده است امروز مادران صلح کردستان لبریز از بغز و اشک جوانان خونین مال وطن دیگر طاقت تحمل رنجش روبه افزون و داغدار شدن مادران دیگر را ندارند مادرانی که هر لحظه سمره عمرشان در گروه اشیره های از ناپاکان به تاراج می رود. چگونه امکان دارد که چنان کسانی به خود جرأت می دهند عزیزان من را پیش چشم همگان با تمامی وقاحتشان به دار می آویزند. به گلوله می بندند و زیر شکنجه می کشند و ملت را نیز به صخره می گیرند. آیا تا کنون فهمیده اید مادری که فرزندش را از دست می دهد چه بار گرانی بر دوش میکشد آنگاه که حتی از دیدن فرزند بیجانش هم دریغش میکنند و حتی کوچکترین یادگارش که مزارش باشد را از او سلب میکنند میدانید درون مادری که در انتظار وسال فرزندش است و اسم ناشدنی است این بیانیه میافزاید امروزه صدها تن از این فرزندان ملت تنهایشان با استخوانهای اوریان شده این اشیره ناپاک دریده و نفسشان با پوست چروکیده از سیر تاج و تخت خونینشان گرفته شده و میشود. امروز تنها چند نفر خونین بخت نشدند امروز خونین بختان دوباره به یادمان میآیند. آنقدر زمان به عقب رانده می شود که هرچه جنایاتی در سیر این زمان روی داده باشد به یادمان میآید و هر لحظه اشک و بغض چند چندان در شرایطی به سر میبریم که دین و مسلک و هر آنچه جانمایه ملت است خود را نماینده مردم خوانده و هر آنچه را که ارزشی داشته باشد به خود میآلایند چنین است رسم ناپاکان که نگذارند خونین روزانمان را با خونین تنانمان حتی بگذرانیم باورشان کنیم به یادشان آوریم در پس افکارشان آرام گیریم و با مزارشان خلوت کنیم این اشک لبریز باید به جایی بریزد کم نیستند مادران لبریز از عشق در پایان این بیانیه تصریح شده است ما به عنوان مادران صلح کردستان که سالهای مدیدی است داغ عزیزان را با رنجها ها در خود داریم از تمامی مردم شریف ایران زمین خواستاریم تا روز دوشنبه مصادف با هفتمین روز شهادت دو تن از جوانان رشید این مرز بوم سانه جاله و محمد مختاری را تعطیل و فعالیتهای عادی روزانه خود را به حرمت تمامی شهدای راه آزادی متوقف نمایند و در روزهای بعد و بلکه ماههای در پی به عنوان نارضایتی مدنی از پرداخت هر گونه قبض حکومتی خودداری نمایند باشد که ناپاکان به رنگ و بوی وطن سیغل یابند